به نام خدا سلام میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و سلامت باشید خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف نهم با همدیگه دیگه میخوانیم درست است و امروز چی را میخوانیم؟ امروز ما و شما فصل سوم هندسه تحلیلی جلسه سوم است یا درس سوم است فصل سوم با همدیگه قرار است که بخوانیم درست است خب اول از همه قرار بود که کارخانگی را به ما روان کنید کارخانگی جلسه قبل یا درس قبل از طریق گفتیم از طریق واتس اپ نمبرش خودتان 20964 780 255040 سیزده میتونید به ما کارخانگی را روان کنید درست است ان که روان کرده باشید و اگر کدام سوالی هم دارید کدام مشکلی در حل کارخانگی کدام پیشنهادی دارید میتونید از طریق همین نمبر که به شما خودم در واتس با ما در ارتباط شوید و گپتان بزنید صحیح خب اما درس امروز ما و شما فصل سوم هستیم هندسه تحلیلی جلسه سوم چه عنوانهایی را رو ما و شما در درس امروز ما و شما میخوانیم دو تا عنوان ما و شما امروز میخوانیم با هم دیگه سیست اول چرا میخوانیم اول میل خطوط عمود بر هم و بعد از او معادله خط مستقیم ما و شما میخوانیم خب اگر یادتان باشد شاگردای عزیز ما و شما میل خط خوانده بودیم دیگه میل خط گفتیم یک عدد است یک فرمول برش گفته بودیم دیگه نه فرمولش میل گفتیم با چه میتیم با ام ام مفایس با یک تا خط کس نمی کشیدیم در صورت چی بود وای دو منفی وای یک در مخرج ایکس دو منفی ایکس یک سیست که یا اگر یادتان اگر دیده باشین ایر می فاهمین چی است دیگه نه در سای قبله و بعد از چی گفتیم میل خطوط موازی اگر دو خط ما و شما موازی باشد میلاش با هم چی است مساوی است 100 فیصد با هم چی میشه مساوی میشه اما عالی درس ما و شما چی است میل خطوط عمود بر هم اگر ما با شما دو خط داشته باشیم که زاویه بین از هر دو چی باشد 90 درجه باشه یعنی عمود بر هم باشد میل های آنها چرا چی به نظر به دیگه به چه شکل میباشه صحیح است پس ما و شما بخوانیم پس میریم سر تخته و چی میکنم ما با شکل و مثال برای تشریح میکنیم که خطوط عمود بر هم میلاشون نظر به هم به چه حالت قرار داره درست است پس بریم سر تخته پس نوشته کنم میل خطوط عمود برهم اگر ما و شما دو خط داشته باشیم یعنی که به زاویه بینش باشد دو خط متقاطع که هم قط قد کرده باشد و زاویه بینش 90 درجه باشد میخوایم ببینیم میل های اونها چه خاصیتی با هم دارن چه رابطه با هم دارن دارند من یک مثال با یک مثال شروع میکنم یک مثال بر میزنم مثال دقت کنید ما دو خط داریم خطی که از نقاطی که من نشتم کنم عبور میکنه از نقطه اول نقطه ای ما و شما نقطه 7 و 5 و بیام باشد چند صفر و صفر نه بگیم افت پنج یک و یک سفر یک و یک خطی که از این دو نقطه عبور کنه ما گفتیم میلش هم میتونیم دریافت کنیم دیگه فرمول داریم دیگه نه و خط دوم ما و شما از نقطه سی ما و شما باشد صفر و پنج و دی ما و شما باشد به عنوان مثال دو و دو صحیح پس ما شما چهار نقطه داریم این دو نقطه با هم این دو, تا نقطه با هم دیگه خطی که از این دو نقطه تر میشه و خطی که از این دو نقطه تر میشه ما اینا رو بیام دریافت کنیم و یار بکشیم بکشیم ببینیم که نظر به هم به چه شکل است پس اول بیایم رو می رسم کنیم خب این دو نقطه رو دریافت می‌کنیم خطی که از این دو تا نقطه عبور میکنه دریافت می‌کنیم صحیح خب چرا خم میشه بیشک دریافت کنه به این میشه خب چند داریم؟ 7 و پنج است؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش خب منفی هم خود نداریم است؟ پس این دو خط دراف میکنیم نقطه اول هفت و پنج یک دو سه چهار پنج شش 7 و پنج پنج ما شما یک دو سه چار پنج نقطه اول ما شما در اینجا میشه این نقطه اول ما شما نقطه دوم ما شما یک و یک است یک و ایکسش هم یک وایش هم یک این دو نقطه رو باید به هم دیگه چی کنیم وصل کنیم ادامه بدیم این خط اول ما شماست صحیح است خطی که از دو نقطه تر میشه این خب اما خط دوم صفر و پنج ایکس ما شما صفر است ایکس ما شما صفر وای ما شما پنج صفر و پنج یک دو سه چهار پنج این نقطه میشه صحیح نقطه دیگه دو و دو دو و دو تقریبا اینجا میشه صحیح این دو نقطه را اگه با هم دیگه وصل کنیم ادامه بدیم به این شکل میشه خط اول خط دوم این هر دو خط نظر به هم به شکل است زاویه بین چند میشه اگه دقت کنی زاویه بینش 90 درجه است یعنی دو خط بر هم چی هستند عمود هستن، زاویه بینش 90 درجه است صحیح خب ما و شما ایر کشیدیم نظر به شکل نظر به وقتی گراف کشیدیم فهمیدیم چی عمود هستن اما ما میخوایم که چی کنم از روی میل اینا بفهمم یعنی بدون که ما شکل بکشم از روی مایل بفهمم آیا اینا بر هم عمود هستن یا نه عمود نیستن پس میرم رو میل یار دریافت میکنم میل یار دریافت کنم که خطی که از دو نقطه تیر میشه مایلش فرمول چی بود گفتیم فرق نمیکنه اگه یک x ایکس یک 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 میگیریم صحیح پس ایر ما x یک وای یک صحیح ایر x دو وای دو در نظر میگیریم و چی میکنیم میلی رو دریافت میکنیم پس میل خط اولی من نام رو ام می میگیرم صحیح پس طبق فرمول میشه وای دوی منفی وای یک تقسیم بر x 2 منفی x 1 پس ام 1 ما و شما چی میشه وای 2 ما و شما چند است یک وای 1 ما و شما چند است 5؟ پس میشه یک منفی 5 یک منفی پنج صحیح تقسیم بر x 2 ما و شما یک x 1 ما و شما 7 پس یک منفی هفت یک منفی هفت جواب چند میشه؟ یک منفی پنج میشه منفی چهار سیست و یک منفی هفته میشه منفی شش است؟ منفی با منفی خلاص میشه چهار تقسیم بر, بر دو اقتصار میشه میشه دو بر سه پس ام یک ما و شما ام یک ما و شما چند شد؟ دو بر سه پس مثبت دو بر سه ام یک شد دریافت کردیم اما ام دور دریافت ام دور ما در اینجا دریافت میکنیم چون جایی نسته ام دور ما در اینجا دریافت میکنیم باز فرمولش همیسته وای دو منفی وای یک تقسیم بر x2 منفی x1 اما x1 و y1 چی است باز دوباره روی دو نقطه دلخواست هر کدامش نوشته کن من این میگیرم x1 و این را y1 این را نامش میگیرم x2 و هم y2 خب دیگه قيمه فرمول قیمت گذاری کنین این فرمول ما شما قیمت گذاری کنین y2 ما شما چند است دو دو منفی y1 چند است 5 صحیح است x2 چند است اینم دو است دو منفی x یک صفر است پس این اگر ما اختصار کنیم دوی منفی پنج من میشه منفی سه دوی منفی صفر هم میشه دو سه است پس ام دوی ما و شما در اینجا من نوشتم میکنم باید در این زیر کنم ام یک شد دوی بر سه ام دوی ما و شما شد چند منفی سه بر دو دقیقا چی شد منفی سه بر دو فهمیدید چی رقم شد دیگه نه پس من چی کردم بدون که ما شکل بکشم گراف خطا رو بکشم گراف شده از روی میل میخوایم ما دریافت کنم میل خط اول که از نقطه تیر میشه رو دریافت کنم طبق فرمول خود یاد داریم دیگه درس گذشته ما و شما بود شد چند دو برسه میل که از خط خط دوم میل که از نقطه دوم تیر دریافت کردیم در اینجا چند چند شد منفی 3 بر دو اگر دقت کنید این دو میل نظر به هم دیگه به شکل است این است دو برسه این است منفی 3 بر دو یعنی چی شده دقت کنید دو بر سه این سه بر دو یک منفی هم دارد ای مصبت این مثبت این منفی پس دقت کنید آفرین شاگردای عزیز دقت کنید دو بر سه شده سه بر دو یعنی چی شده معکوس شده سرچپه شده عدد سرچپه شده و علامش هم تغییر کرده درست است این مثبت منفی شده پس نکته شمیسته آفرین فهمید خودت دو خط بر هم عمودن به شرطی که مایلشان چی باشد نظر به با یک دیگه هم سرچپه یا معکوس شده باشه هم علامش تغییر کده باشه یعنی این مثبت دوی بر است او دیگه چی باید باشد منفی سه بر دو و دقیقا نست سیست پس ما نکته این میگیریم اگر دو خط عمود بر هم باشد میلشان به با چه شکل است مایلشان دقت کنید مایل دومی نظر به اولی هم سرچپاست هم علامش تغییر میکنه و ای و این ما میتون نتیجه بگیریم اگر ما شما بیایم این در همدیگه ضرب کنیم این هر دو میل در هم ضرب کو یعنی به ام یک در ام دو کنم ام یک ضرب ام دو اگه بسازم مساوی میشه با دو بر سه ضرب منفی سه بر دو جواب شد میشه این دو کد دو خلاص میشه این سه کد سه خلاص میشه مثبت در منفی هم میشه منفی پس جوابش میشه چند بده اینجا نمیشنم میکنم میشه با منفی یک پس این نکته بسیار مهم است نکته اگر دو تا خط ما میلاشه در هم ضرب کردیم جواب شد منفی یک دقیقا نتیجه میگیریم که دو خط بر هم چی هستن عمود هستن پس من یار پاک میکنم و همین نکته رو نوشتم میکنم درست است پس من یار پاک کنم و دکتر رو نوشتم میکنم خب شاگردای عزیز پس من این نکته رو نوشتم میکنم به شکل است. دقت کنید اگر ما و شما دو خط چی داشته باشیم عمود بر هم داشته باشیم دو خط عمود بر هم عنوان مثال این دو خط باشد این نامش باشد دی یک نامش باشد دی دو سیف خب و زاوی بینش هم چند است 90 درجه یعنی چی است بر هم عمودا. خب نتیجهش نقطه نکته شیست نقطه این نتیجه میگیریم نتیجه میگیریم که اگر ام یک ام یک چی میشه میل خط اول و ام دو چی میشه میل خط دوم پس ام یک ضرب در ام دو اگر ما بکنم سعیست ضرب در ام یک دو اردو دو در هم ضرب کنیم جوابش چی میشه جوابش گفتیم صد در صد یا صد فی صد منفی یک میشه سعیست پس این نکته نکته چی است نکته دو خط عمود بر هم است که مایلایش را اگر در هم ضرب کنیم جواب میشه منفی یک یا میتونیم از این دریافت کنیم یک معادله است اطراف تقسیم بر ام 1 گرفتم تقسیم بر ام کو یا ام رو در نظر بگیر تقسیم بر ام 1 کو صحیح پس در واقع بهشک میشه اگر من تقسیم بر ام کنم ام با ام دایی بر ام با ام خلاص میشه پس ام 2 فقط میمونه و دهو بر چی میشه میشه منفی 1 بر ام یک. پس اینی هم میتونیم به عنوان یک نکته در نظر بگیریم دو یک چه فرقی نمیکنه یعنی یا دو تا مایل در هم ضرب جواب منفی 1 یا بهشک بگیم مایل دوم میشه سرچپه میل اول ما من یک منفی هم چی ضرب میکنیم می علامه رو تبدیل میکنه پس علامت تغییر میکنه و عدد هم سرچپه میشه سیست به عنوان مثال شاگردای عزیز دقت کنید اگر ام یک ما و شما ام یک ما و شما باشد منفی پنج سیست ام دو ما و شما چند میشه هم علامت باید تغییر کنه منفی پسی میشه مثبت و هم سرچپه شود خب یک مخرج داره خب مخرج یک است پس میتونیم خود ما مخرج یک برش بتیم سیست پس سرچپه کنیم چی میشه؟ میشه مثبت یک بر پنج سیست فاهم چرا رقم شد دیگه نه؟ پس دقیقا اگر ام یک ما و شما باشد منفی پنج ام دو ما و شما چی میشه؟ مثبت یک بر پنج یعنی هم علامه رو تبدیل کو اگر منفی بود مثبت کو اگر مثبت بود منفی کو هم سرچپک کو یا معکوس کو برش میگیم سیست؟ پس اگر این دو تا میل باشد میل دو تا خط باشد 100 فیصد دو خط بر هم چی هستن عمود هستن یعنی زاویه بینش 90 درجه پس هم نکته میل خطوط عمود بر هم پس ما هم مثال کردیم هم نکته را به شکل فرمول برات گفتم صحیح پس میل خطوط عمود بر همه ما برد کار کردم و فهمیدی چی رقم شد نه پس من تیک مارک میکنم و اما عنوان دوم ما و شما معادله خط مستقیم پس بریم سر تخته ما تختر پاک کنم و برید شروع کنم که معادله خط مستقیم به چه شکل است درست است خب شاگردای عزیز و گرامی معادله خط مستقیم چی است خط مستقیم خب معادله خط مستقیم به چه شکل است ما و شما خب خط مستقیم گفتیم چی هست دیگه خط مستقیم و گفتیم میلش هم دریافت کردیم میلش هم گفتیم میل چی است مقدار کج بودن یا شیب به خط برایش میگیم میل خط و فرمولش هم که دیدیم با فرمول میتونیم دریافت کنیم اگر ما و شما دو نقطه از خط داشته باشیم میتونیم چی کنیم میتونیم میل خط دریافت کنیم اما یک نکته به بسیار مهم است هر خط مستقیمی که ما و شما داشته باشیم یک تا معادله ریاضی برش میتونیم نوشته کنیم صحیح و برعکس هر معادله که داشته البته معادلاتی که به شکل خط باشد باز میگیم به چه شکل است هر معادله که باشد میتونیم خطش باید بتونیم بکشیم یا رسم کنیم یا گراف خط بکشیم پس پس ار خط چی دارد یک معادله دارد و هر معادله یک خط دارد البته معادله خط باید باشد چون ما معادلات باز چه پارابول داریم معادلات دیگه چیزا داریم سه اما معادله خط ما برد میگم که به چه شکل است معادله خط پس دقت کنید ما و شما اگر یک خط داشته باشیم برازو یک معادله میتونیم نوشته کنیم یک مدل ریاضی و برعکس اگر معادله داشته باشیم باید خط رو بتونیم رسم کنیم اما اون معادله خط مستقیم به شکل ریاضی نوشته میکنیم به چه صورت است به چه شکل است دقت کنید به شکل است پس وای مساوی است با ام جمع بی صحیح است وای مساوی است با MX جمع B به عنوان مثال یعنی ام و ای بی چی دو عدد هستند یک مثال میبرد میزنم وای مساوی است با به عنوان مثال دو ایکس جمع یک پس در اینجا ام ما و شما ضریب ایکس است عددی که در ایکس ضرب میشه صحیح و چند است دو است و بی ما شما این عدد آخر است عدد آخر ما شما چی است یک مثبت یک است پس در اینجا ما و شما نتیجه میگیریم که اینی ام ما و شما دو میشه و اینی بی ما و شما یک میشه صحیح پس به اینا میگیم چی فرم استاندارد معادله خط پس این من نوشتم میکنم فرم استاندارد صحیح است؟ پس فرم استاندارد معادله خط به این شکل است وای مساوی است با ام جمع بی که ام e و بی دو تا عددن مثال در اینجا و دقت کن شاگردای عزیز وای باید یک طرف باشه ام و بی باید دیگه طرف باشه دیگه طرف مساوی منظور یک طرف یک طرف مساوی باشه وای ما و شما این جمعی ام ایکس جمع او طرف دیگه است پس ببین میگیم فرم استاندارد چون ما فرم عمومی یا شکل عمومی مدل خط هم داریم که در درس های بعد میخوانیم پس فکرتون باشد فرم استاندارد به این شکل است خب یا یک مثال دیگه من کار میکنم. ما کار میکنیم وای مساوی است با منفی 3x منفی 4 صحیح است شما m و b رو دریافت کنید m ما و شما چند میشه m دقت کنید منفی 3 میشه همین عددی که در x ضرب شده منفی 3 در x ضرب شده دیگه صحیح است پس m ما و شما میشه منفی 3 و b ما و شما چی میشه یعنی عدد آخر چی میشه 4 نمیشه منفی چون این علامه از میشه منفی 4 پس این میشه منفی 4 در رفی ای به شک بوده دقت کنید ای به شک بوده منفی سه مثبت منفی چار به شک بوده منفی سه ایکس ببخشید منفی سه مثبت منفی چار پس بی موشو منفی چار میشه که ضرب که گفته مثبت در منفی منفی رو نوشته کده اختصار کده اصطلاحا میگیم صحیح است پس این چیه؟ است بی موشو منفی چار است اختصار شد به شک بوده اختصار شده خب پس شاگردای عزیز پس اگر فرم استاندارد معادله خط موشو ما داشته باشیم ام رو میتونیم دریافت کنیم بسیار آسان است و دقت باز برای تکرار میکنم دقت کنید وای باید یک طرف باشد ام ایکس و او عدد باید دیگه طرف باشد خب اگر دقت کنید ما و شما میل خط با ام نشان میدادیم نه دقیقا اینجا همین چی است همین ام شما همون میل خط است دقیقا همون میل خط است که ما با ام نشان میدیم پس این خط ما شما اگر داشته باشیم ما دقیقا میفهمیم مدل خط است حالا سوال نکته از کجا بفهمیم مدل خط است ما مدل پارابول هم داریم درست است از کجا میفهمیم خط است دقت کن وای و x توانش باید یک باشد اصطلاح برش میگیم چی معادله خط پس وای و x باید توانش 100 درصد یک باشد دو نباشه اگر دو باشه x توانش دو باشه میشه پارابول فرق میکنه صحیح پس اگر ما شما چنین معادله داشته گفتیم فرم استاندارد به شکل است وای توانش یک است x توانش یک است وای و x توانش یک باشد معادله چی میشه معادله یک تا خط مستقیم میشه صحیح و ما میتونیم به شکل فرم استاندارد تبدیلش کنیم ممکنه نباشه فرم استاندارد به عنوان مثال دقت کنید به عنوان مثال ده ای پایین نوشتم میکنم دوای دو منفی 4x مساوی با 6 این فرم استاندارد است نه خیر چرا چون باید وای یک طرف باشه دیگه یک طرف باشه حالا هم x هم وای این طرف مساوی پس ما اگه بخوایم استاندارد تبدیل کنیم باید 4x رو انتقال بدیم سیست پس من یک چاریک سوبر انتقال بدم مثل معادله ما دوای دو نگه میدارم دوای وای مساوی است با چاریک دو بر داده میشه چی میشه علامش تبدیل میشه میشه مثبت 4 وای پس میشه مثبت 4 وای سیست چاریک ببخشید مثبت 4 مثبت 4 و مثبت 6 هم که در آخر نوشتن میکنیم شش ما شما علام علامش مثبت است دیگه مثبت 6 خب ام ما شما چند میشه 4 میشه نه خیر دقت کنید چاگرد از فرم استاندارد به شکل است وای ضریب از وای باید یک باشد و ضریب وای ما شما چند است دو پس اطراف مثل معادل اطراف وای تقسیم بر دو بسازیم صحیح است پس اطراف تقسیم بر دو میکنیم اطراف تقسیم بر دو یا اطراف تقسیم بر دو صحیح است خب ان دو با دو خلاص پس ما وای اینجا جای نیست اینجا وای ما شما چی میشه ان دوی که دقت کنید دو ده مخرج است ام است ام ازی. چون بینش جمع است وقتی بین جمع و منفی باشه از هر دو میشه اگه بین زر باشه فقط از یک تایش تا میشه صحیح است مخرج خب مخرج دایی اختصار میشه چهار بود اختصار شه چند میشه میشه دو X این دو با یک اختصار میشه چند میشه میشه مثبت سه صحیح است پس دقیقاً آل ما و ام ما و شما چند شد ام ما و شما دو میشه و بی ما و شما چند میشه مثبت سه پس دقت کن بگه ما شما به داشته باشیم باید به فرم استاندارد بتونیم تبدیل کنیم و ام و بی رو باید بتونیم دریافت کنیم صحیح است ام برش میگیم چی؟ میل خط یعنی ام نامش چی هست؟ میل خط و به این بی یک عدد است این بی را برش میگیم عرض از مبدا، عرض از مبدأ. اما معناش چی است معناش ما شکلی که کشون باز بر تشریم میکنم خب مایل خب فهمیدیم چی است مایل میشه همون یک عدد است و مقدار کج بودن یا شی به خط با شما نشان میده به عنوان مثال این خط اول ما شما چند است مایلش دو است این خط دوم مایل چند است مایلش منفی سه است این خط مایلش چند است مایلش سه شد مایلش دو شد دیگه صحیح است یعنی مایلش دو شد دیگه چون 20 ام دو است هم دو شده ای هم دو است یعنی اولی هم دو است یعنی هر خط با هم چی است میلاش مساوی است یعنی چی یعنی با هم 100 درصد موازی است اگر بکشی موازی میشه صحیح شد خب پس شاگرد عزیز پس معادله خط مستقیم معادله فرم استاندارد به شکل هست. شما باید بتونی تبدیل کنید به فرم استاندارد اگر بود که خوب اگر نبود شما باید چی کنید تبدیل کنید به فرم استاندارد دقیقاً مثل معادله رو تبدیل میکنید و باید وای یک طرف باشه ضریبش هم یک باشه دیگه همه یک طرف تساوی باشه صحیح است و ام و بی را دریافت میکنیم خب حالی ام که فامیلی میل خط اما ارز از مبدع چی است ارز از مبدع را من تختار پاک میکنم امی خط را من میخوام چی کنم گراف این خط را بکشم برات. این خط را من گرافش برات میکشم و در شکل میکنم که ارز از مبدع چی است پس دقت کنید من این دیگار پاک میکنم خب شاگرده عزیز دقت کنید بسیار مهم است این خط که ما و شما داریم مثال اول این ما گرافش رسم میکنم برای که شما بتونید گراف یک خط رسم کنید دقت کنید یک تا چارت یا جدول نیاز داریم ما یک چارت میکشیم برش در اینجا ایکس نوشته در پایین وای نوشتن میکنم صحیح و یک نکته رو ما شما میفهمیم قبل خب میدانیم که ما شما اگر بخوایم یک خط مستقیم رسم کنیم فقط کافی است دو تا نقطه از دریافت کنیم چرا دو تا نقطه چون از این سوال شاگرد عزیز از یک نقطه چند تا خط مستقیم عبور میکنه میشه. بگین چند تا آفرین لای تناهی، به شکل لای تناهی خط میتونه تر شوه پس یک نقطه یک نقطه اگر داشته باشیم خب کدام خط است نمیفهمیم اما اگر دو تا خط دو تا نقطه رو شما داشته باشیم به عنوان مثال این یک نقطه این یک نقطه صحیح چند تا خط از تر عبور میشه یا تر میشه خط مستقیم فقط یک تا دیگه دیگه شما خط دیگه غیر از نداره که از دو نقطه تر شود سیست حالا اگر سه تا داشته باشیم بازم یک تا چهار تا یک تا فرق نمیکنه پس اگر یک تا نقطه داشته باشیم به درد ما شما نمیخوره چون نمی دونیم کدام از این خط ها میشه اما اگر دو نقطه داشته باشیم یا سه نقطه یا چهار نقطه یا پنج نقطه اما یک خط میشه پس ما هم دو نقطه رو دریافت میکنیم دیگه سیست دو یا سه فرق نمیکنه دو تا نقطه داشته باشیم اما خط میشه سه تا داشته باشیم اما میشه پس دقت کنید شاگردای عزیز ما اگر بخوایم خط طرف میکنیم فقط کافی دو تا نقطه از خط دریافت کنیم دو تا دو تا نقطه پس ما شما دو نقطه رو به شکل دریافت میکنیم که یک x یک چارت میکشیم x وای به x ما ما و شما دلخوا عدد میتونیم برش به عنوان مثال ما برش چند میتون صفر میتون و یک به x خودم عدد میتون دلخوا یک دو سه پنج منفی هر چی دل شد فرق نمیکنه من ما من صفر یک میتون حالا وای باد بریم دریافت کنیم باید در معادله خط ما و شما بیایم به جای قیمت بذاریم یک بار صفر بونیم یک بار یک, یک وای دریافت کنیم پس ما یک بار به جای صفر میمانم پس وای ما شما چی میشه میشه دو ضرب در صفر جمع یک به جای اکسش چند ماندم امی صفر ماندم سایز قیمت گذاری کدم بین دو و اکس چی است زرب است دیگه سایز پس ایرا انجام میدیم دو ضرب در صفر 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 جمع یک میشه یک پس وای ما و شما چند شد یک شد پس اگر اکس صفر قیمت بانیم وای ما و شما یک میشه سایز پس این نقطه اول ایکس ما و شما صفر وای ما و شما یک اما نقطه دوم ایکس ماندم یک پس وای دریافت میکنیم وای مساوی است با بجای x باز دوباره چی میمانم یک هم میمانم پس میشه دو ضرب در یک جمع یک اول ضرب باید انجام بدین دیگه خب میفهمین دو دو در یک میشه دو دو جمع یک مساوی است با سه پس وای ما و شما در اینجا چی میشه سه میشه پس این نقطه دوم ما و شما پس دو نقطه رو دریافت کردیم صفر و یک یک و سه حالا چی میکنم میرم میرم دریافت میکنم روی سیستم کمیات وضعی یا دستگاه مختصات دکارتی گفتیم برش گفته میشه اردوش میشه سیست خب نقاط پیدا میکنیم نقطه اول ایکس ما و شما صفر وای ما و شما یک نقطه صفر یک دقیقا در محور ایکس صفر در محور وای ها یک پیدا میکنی. این نقطه میشه سیست اما نقطه دوم اکس ما و شما یک وای ما و شما سه یک و سه اکس یک وای سه یک دو سه پس به این شکل میشه این نقطه میشه سه است این دو نقطه به هم دیگه وصل میکنه ادامه میتیم پس چی میشه این خط ما و شما میشه گراف این خطی که به ما و شما داده وای مساوی است با دو ایکس گفته بکش ما تا نسیم سه است پس اگر دقت کنید معادله یک خط به ما و شما بتا بگه, بگه وای مساوی است با دو ایکس گفته گرافش بکش شما میتونید چیکار میکنید شاگرد عزیز دقت کنید گفتیم یک چارت بکشیم x وای به x دل خود دو تا عدد میدی صفر یک دو پنج منفی دو منفی سه فرق نمی کنه هر چی دلت شد دو تا فقط باید دو تا بدی یک تا قبول نیست و درد نمیخوره اگه سه تا بدیم چی سه تا سه تا عدد بدیم بهتر چهار تا بدیم بهتر میشه ولی خب ما و شما دنبال دردسر سر نیستیم دیگه یعنی همون دو تا عدد برش میتیم دریافت میشه فرق نمی کنه. هم خط کشیده میشه. و دو تا عدد خود ما و شما دلخواه برش خود ما قیمت میتیم و وایش دریافت کنیم چرا قم در اون معادله جایگذاری میکنیم قیمت گذاری میکنیم یک بار صفر به جای ایکس ماندم یک بار یک ماندم در اینجا حساب کردم دریافت کردم سعیست بعد دو نقطه پیدا میکنیم و همدیگه دیگه وصل میکنیم ادامه میدیم خط ما و شما رسم میشه خب میل ما و شما چند بود دو بود در اینجا میل ما و شما چند است دو است پس میل ما دو است یعنی یک کج است اگر ما و شما یک خط داشته باشیم میل یک باشه او خط راستر میشه به شک تقریبا به شک میشه این خط راستر است اگه مایلش سه باشد باز از کچتر میشه به این شکل میشه تقریبا اگه مایلش دار باشد باز چی میشه شیب از بیشتر میشه کچتر میشه سیست پس خب مایل فامیدیم اما ارز از مبدا چی است ارز از مبدا یک عدد است ارز از مبدا ما شما چند است یک است دقیقا نامش رویش است ارز از مبدا ارز چه بود محور ارزان، محور کدام محور بود مح... گفتیم محور طول ها رو محور ایکس نامش میگیریم محور طول ها و محور وای ها رو نامش میگیریم محور ارز ها عرض از مبدا عرض از مبدا ما شما در این مثال چند است بی ما شما چند است یک است یعنی محور عرض ها را در نقطه یک قد میکنه خط ما شما دقیقاً در نقطه یک های محور وای دقت کن یک است دو است سه است, است, است صفر است منفی یک منفی دو در نقطه یک قد کرده یعنی اگر این عدد ما شما بی ما شما منفی دو باشد خط ما 100 درصد از اینج تر میشه از منفی دو تر میشه اگر یعنی بی ما شما صفر باشد دقیقاً از این م... مبدا تر میشه چون محور وای ها را در نقطه صفر باید قطع کنه پس این عدد بی عرض مبدع هر عددی باشد خط ما و شما محور وای ها یا اون محور عرض ها را دمو عدد دمو نقطه قد میکنه سه است؟ پس معنی عرض مبدع و مفهوم عرض مبدع میسته که محور وای ها را خط ما و شما در کدام نقطه قد میکنه سهیست؟ فهمید چرا خمشد دیگه نه؟ خب پس شاگردهای از دقت کنید ما گفتیم که معادله خط سهیست؟ هر خط معادله دارد و چی؟ رسم... یا بگیم خط. گراف خط. خب گفتیم که به این شکل عزیز گفتیم از این طرف به این طرف معادل خط با ما و شما بده گفته گرافش بکش خود تا بکشیم به مثال و درس بعدی ما و شما درس بعدی ما و شما برعکس است یعنی گراف خط با ما و شما میته میگه معادلش نوشته کنید صحیح و برعکس چی درس بعدی ما و شما میشه یعنی گراف خط ه. یا اطلاعات با ما و شما میته اطلاعات از خط یا خود گراف خط به ما و شما میده یا به جایش اطلاعات میده میگه این خط از این نقطه ترمش میشه این خط میلش یک قصد به عنوان مثال حالا شما معادل خط نوشته کو صحیح است پس دقت کنید درس بعدی ما و شما دقیقا برعکس هست یعنی چی یعنی گراف خط یا اطلاعات به جای گراف اطلاعات به ما و شما میده میگه معادله را نوشته کو که ما باید بتونیم نوشته کنیم اما درس امروز ما شما چی بود معادله به ما شما داد گفت گراف بکش که تا نسیم بکشیم صحیح است پس فهمیدید چی شد نه پس این فکرتان باشد یعنی چی است معادله فرم استاندارد معادله خط بسیار مهم است چون ما فرم عمومی هم باز داریم شکل عمومی معادله خط هم داریم <applause> پس معادله خط مستقیم هم فرم استانداردش هم برات گفتم به چه شکل است؟ و اگر به ما بگه که گرافش بکش خب میتونیم بکشیم درست است و درس بعدی ما و شما انشاءالله برعکسش هست یعنی گراف خط به ما و شما میته یا بجاش اطلاعات میته میگه معادله خط نوشته خب پس معادل خط مستقیم هم من تیک مارک میکنم این ما و شما فامیدیم اما بحث کارخانگی کارخانگی ما و شما چی است تمرین های صفحه 68 و 70, افتاد... 70 کتاب باید چی کنید؟ حل کنید و ما روان کنید از طریق واتساب نمبرشون بگن خودتان 2964 780 255 40 13 درست است؟ خب شاگردای عزیز و گرامی پایان جلسه سوم یا درس سوم از فصل سوم ما و شما درس سومش خلاص میشه مانده نباشین بخیر باشین شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم